فیلم برداری آلترا واید و گوشی ردمی نوت 11 پرو 5G، کیفیت تو نور خوب مناسب. فیلم برداری با دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی نوت 11، ردمی نوت 11 پرو 5G، کیفیت واقعا بالا و جالبه. نکته جالب سرعت فوکوس کردنه، انتخاب فوکوس سرعتش نسبت به زمینه خوبه. میریم برای تست فیلم برداری دوربین ماکرو ردمی نوت 11 پرو 5G. کیفیت ماکرو رو میتونید مشاهده کنید رو دوربین 2 مگاپیکسل، کیفیت واقعا جالبه. جزئیات تصویر به طور کامل توی تصویر میتونیم جزئیات رو ببینیم، حتی تو مود فیلم برداری هم بسیار عالیه. سلام آقا، امروز میخوام اول یه وبسایت رو بهتون معرفی بکنم و همینطور یه چیپست رو که برای یه گوشی خیلی جذابه میخوام بهتون معرفی بکنم که به نظر من گزینه خوبی برای خریده، هرچند که یک سال از ساختش گذشته. من میخوام الان دو تا چیپست رو مقایسه کنم براتون. اسنپ دراگون 732 میبینید این بالا، الان اسنپ دراگون دراگن یا دراگون 732G و اسنپ دراگن 695، هر دو هم که از کمپانی کوالکام هن، همینطور که اینجا میبینید بهترین، یه زمانی بهترین چیپست های مید رنجر بازار بودن. همین الان هم اونی که مد نظر منه 695 یکی از بهترین چیپست های بازاره، واقعا یکی از بهترین چیپست های مید رنج به پایین بازاره که قابلیت عجیبی داره که الان میخوام اینجا بهتون بگم. ببینید من این دو تا رو که مقایسه کردم به خاطر چیه؟ چون تو بازار ایران الان ما گوشیای داریم که تو رنج قیمتی برابر از اسنپ دراگون 695 استفاده میکنن، همزمان تو همون رنج قیمتی اسنپ دراگون 732G هم دارن استفاده میکنن. اما این که اسنپ دراگون 695 رقماشو نگاه میکنید توی قدرت سی پی یو 695 قوی تره، تقریبا 10% قوی تره. تو حالت گیمینگ یکی دو درصدی قوی تره، 1% بیشتر، ببخشی 3% تقریبا قوی تره. توی باتری چیپست اسنپ دراگون 695 پرفورمنس بالاتری داره، یعنی با میزان مصرف باتری برابر توان بیشتری به تحویل میده. توی حالا این نانو ریویو اسکور، در واقع نمره‌ای که وبسایت نانو ریویو داره به این چیپست میده، چیپست اسنپ دراگون نمره 47 میگیره، در صورتی که 695 نمره 47 میگیره ولی 732G نمره 42 میگیره. خب به تبع این وبسایتی که تمام چیپست و سی پی او رو بررسی میکنه، خب منطقی تر میتونه نمره بده. حالا اومدیم این قسمت پایین داره نقاط در واقع مثبت یا مزایای دو تا سی پی او یا چیپست ها رو برامون مقایسه میکنه که چیپست 732 فقط 5% سرعت کلاکش بالاتر کلاک سی پی یوش، همچنین حالا به کارمون نمیاد، حالا 2300 مگاهرتز به 2200 مگاهرتز. اما مزایای اسنپ دراگون 695 رو نیا کنین که خب خیلی مزایا داره، بهتر 15% جی پی یو قوی تر داره، کامپیوتیشن فلوتینگ پوینتش 15% بهتره، یک سال و دو ماه در واقع جدیدتر از سی پی یو اسنپ دراگون 732، خب 6 نانومتریه در صورتی که 732 8 نانومتره. حالا این که میگم یک سال و دو ماه نوشته در واقع جدیدتر 695، میخوام بگم که ما یه زمانی گوشی پوکو X3 NFC یا پوکو X3 معمولی داشتیم که اونا از چیپست 732G استفاده میکردن، ولی اونا برای 3-4 سال پیش بودن. نمیدونم چرا هنوزم شیائومی داره از این در واقع چیپست استفاده میکنه، برای خودم عجیبه. تو نوت 12 ردمی نوت 12 پرو تو بازار اینو داریم الان. خلاصه به هر حال توی وبسایت انتوتو هم که دیگه تای مفصلینه، تو وبسایت انتوتو نوشته که داره 395 کا
بهمون پرفورمنس میده انتی توی ورژن 9 395 که پرفورمنس میده سی پی یو اسنپ دراگون 695 در واقع چیپست اسنپ دراگون 695 چون سی پی یو خب یه قسمتی از چیپست. حالا یه ویدیو در مورد این قبلا درست کردم، یه ویدیو با کیفیت تر درست میکنم میذارم براتون. خب نزدیک به 400 کا رقمیه که توی در واقع اسکور انتوتو 9 این در واقع ثبت کرد، ولی خب اون 732 جی در بهترین حالت ممکن شاید 300 مثلا 10 کا یا مثلا 300 کا نمره پرفورمنسش تو وبسایت یا اپلیکیشن انتوتو باشه. خب حالا من میخوام اینو در واقع این مقدمه رو گفتم اسنپ دراگون 695 براتون یه توضیح کلی و یه مقایسه کردم که یه گوشی رو بهتون معرفی کنم، یه گوشی نسبتا ارزنده توی بازه میان رده بازار ایران، گوشی ردمی نوت 11 پرو 5G. پرو پلاس نیست، اون فرق داره، این نوت 11 پرو 5G که یه دوربین نسبتا پرچم داره 108 مگاپیکسلی داره. خب این گوشی چیپست رو چکو براتون توضیح دادم برای کاربری روزمره، خب انتوتوی نزدیک 400 هزار به نظرم عالیه. دوربین 108 مگاپیکسلی داره که کیفیت دوربینش هم انصافا چیزی که من تست کردم خیلی خوب بود. یعنی حالا شاید اون چیزی که میگه 108 مگاپیکسل حالا رقم بالاییه، مثلا انتظار ما خیلی واو باشه و اینا، نه این چنین چیزی هم نیست، ولی واقعا کیفیتش خوبه تو محدوده قیمتی خودش حالا مد نظرم الان. و اینکه در مورد صفحه نمایشش، خب صفحه نمایش سوپر آمولد داره 120 هرتز، بعد میزان روشنایی بسیار بالایی داره که تو حالت اوتو تا 1200 نیت میره. این نور صفحه نمایشش برام جذابه و کیفیتش، حالا نمیدونم تو این ویدیو خوب میتونیم ببینید یا نه، ولی صفحه نمایشش به نظرم خیلی جذابه. دوربینش هم که خب 108 مگاپیکسل دوربین مینشه که بزرگتره. دو تا دوربین دیگه هم داره که این سمت تصویر، دو تا دوربین دیگه داره، یه دوربین آلترا واید، یه دوربین ماکرو. ماکرو 2 مگاپیکسل، یه آلترا واید 8 مگاپیکسل. اینطوری که من تستش کردم، حالا از دوربین 2 مگاپیکسل ماکروش انتظار خیلی خفنی نمیشه داشت، ولی خوب بود بازم. ولی دوربین آلترا وایدش به نظرم خیلی خوب بود، مخصوصا زمانی که نور خوب باشه. حالا تو شب بد نیست، ولی زمانی که نورمون خوبه، نور محیط، آلترا وایدش به نظرم جذاب فیلم میگیره. دوربین مینش هم که عکسای جالبی گرفته، من یه تعداد از این عکسا رو براتون از لوکیشن عکاسی که خودمون داریم، یه سری عکسا رو هم از دوربین 108 مگاپیکسلی هم بقیه دوربیناش یه سری عکس میگیرم براتون میذارم تو ویدیو، تو پیج یوتیوب هم میذارم که لطفاً تو یوتیوب کیفیتو بذارید رو 4K یا 1080p بذارید که ماکسیمم کیفیتی که من براتون آپلود میکنم ببینید، چون من دارم سعیام میکنم که ویدیوها رو ترجیحاً 4K فیلم برداری بکنم که با ماکسیمم کیفیت بتونم تو یوتیوب براتون آپلود بکنم. خلاصه که این گوشی الان موجوده و من که واقعیتش از کار کردن با این گوشی لذت بردم، هم به خاطر دوربین 108 مگاپیکسلش، هم صفحه نمایش آمولد 120 هرتز 1200 نیتش، هم باتری 5000 میلی آمپر ساعت و شارژری که واقعا پرفکته، 40 دقیقه فول شارژ میکنه گوشیو، شارژر 67 واته. و اینکه صدای اسپیکرش هم استریو، دو تا اسپیکر داره، یه اسپیکر مین پایینه، یه اسپیکر بالا، خب استریو میشه، جک 3.5 میلیمتری هم داره که اینم خودش یه نکته مثبتیه. و اینکه کیفیت ساخت بدنش هم به نظرم خیلی جذابه، مخصوصا این فریم پشتش که ماته و اثر انگوش نمیمونه روش مثل خیلی از گوشی های همین رده یا رده های پایینتر و بالاتر که پشتشون آینه ایه و خیلی اثر انگوش میمونه و دیگه همچه خیلی جذاب نیست اون حالت گوشی. دیگه نکته خاص دیگه برای این گوشی نمیمونه که بگم خدمتتون. به هر حال ما این گوشی رو موجود داریم، در خدمتتون هستیم، عکس‌ها رو میذارم، عکس و فیلمایی که با خود این گوشی فیلم برداری و عکاسی کردم رو میذارم تو یوتیوب ببینید که کیفیت بالاتر بشه.